کربلا به قلم قدرت حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده رضا علی شاه قدس الله نفسه الزکیه. ادامه بیوفایی، ادامه فصل میزان حق و باطل، بیوفایی اهل کوفه. کوفه سواد اعظم اسلامی و یکی از پادگانهای مهم بود و قسمت مهم قشون اسلامی در آنجا مسکن داشتند و در حقیقت یک شهر نظامی بود و عموماً به حالات علی علیه السلام و فضایل و مناقب اولادش معرفت تامه داشتند. با این حال مرتکب قتل حسین علیه السلام شدند، ولی شامیان اینطور نبودند، بلکه اغلب آنها ندانسته و نشناخته به نام جنگ با خارجی آمده بودند و غالبا قشونی که از سایر ممالک اسلامی آمده بودند آن حضرت را به خوبی نمی شناختند. ولی این عده کمتر از قشون کوفه بودند. غالب فرماندهان قشون کربلا نیز از اهل کوفه بودند، بلکه عقیده بعضی آن است که قشون کربلا فقط از کوفه آمده بودند، از سایر شهرها و ممالک قشون نفرستادند چون لازم نداشتند و به علاوه وقت زیادی هم از موقع بسیجشان نگذشته بود. پس اشخاصی که مرتکب قتل حسین علیه السلام شدند عموماً نمک پرورده آن خانواده و آشنا و عارف به احکام اسلامی بودند، ولی در حقیقت عقیده کامل به اسلام و پیامبر صلی الله نداشتند. شقاوت و کفر ابن سعد و شمر. چنان که اشعار عمر ابن سعد دلیل بر این مطلب است که گوید فوالله لا ادری و انی لواقفون افکر فی امری علا خطرین اترک ملک الری و ریو منیتی ام ارجع معثوما قتل حسین فان صدقوا فیما یقولون اننی اتوب الى الرحمن توبتا بینه. خلاصه ترجمه این است که به خدا سوگند نمیدانم چه کنم، در بین دو امر بزرگ تردید دارم. فکر میکنم آیا حکومت ری را که نهایت آرزوی من است ترک کنم یا گناه بزرگ کشتن حسین را مرتکب شوم. اگر آنچه دیانت میگوید راست است، خب من بعدن نزد خدا توبه میکنم، و اگر دروغ است من به آرزوی دنیوی خود رسیدم، چرا که دنیا نقد و آخرت نسیه است و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی فروشد. بعدن هم خداوند به واسطه توبه گناه من را می بخشد، هرچند نسبت به همه عالم ظلم کرده باشم. ولی البته او اشتباه کرد، زیرا برای رهروان به سوی خدا، رهروان به سوی خدا روشن است که آخرت نقد و دنیا نسیه است، زیرا یکی از نعمتهای دنیا محبت است که لذت آن فوری و دائم است. ولی در نعمتهای دنیا هر روز انتظار آمدن روز بعد و بهتر شدن آن را می کشیم و معنی نسیه همین است. و به اضافه برای کشندگان ائمه هدا و اولیای خداوند اصلا حال توبه پیدا نمی شود. از این رو آن پلید نه به آرزوی دنیوی خود رسید و نه از آخرت بهره ای بود. شمر نیز از اشرار معروف و همانطور که قبلا ذکر کردیم از خوارج بود و ابتدا در جنگ صفین حتی ملازمت حضرت امیر را داشت.
گویان در وقت قتل حسین گفت دانگی از جایزه بهتر است برای من از شفاعت جد تو. یزید و فجایع اعمال او. در رأس آنها یزید ابن معاویه بود که در منتهی درجه شقاوت واقع شده و در تمام جهات نقطه مقابل حسین و قرینه آن حضرت بود. بی‌اعتقادی او به اسلام سابقا ذکر شد، هرچه حضرت سید الشهدا رعایت احترام حرم میکرد یزید برعکس بود. چه پس از قضیه کربلا قشون به مکه اعزام کرده، حتی که حرمت حرم هم نمود. برای قتل حسین علیه السلام نیز جمعی را مأمور کرده بود که در موقع احرام آن حضرت را بکشند. بازگساری او نیز نزد تمام مسلمین مسلم بود. یزید هم مانند پدرش به محض آن که نسبت به کسی در دوستی اهل بیت بدگمان می شد امر به قتلش می کرد. عمال او نیز همین کار را می کردن. مخصوصا والی عراقین عبیدالله ابن زیاد در این امر پیروی از پدر خود کرده، جمعی از دوستان اهل بیت را کشته، هر کسی را هم که متهم به دوستی آنها بود میکشت و جمعی از دوستان خاندان رسالت را در زندان نگاه داشت. بر خلاف عمل مسلم و پیروان علی علیه السلام، گویند معاویه به عمال خود نوشت که هر که دوستی او به علی محقق شد نام او را از دیوان اعطای حقوق محو کنند. پس از آن مجدداً نوشت که هر که متهم به دوستی علی است از اذیت و آزار او فروگذار نکرده خانه او را خراب نمایند. به توسط زیاد ابن علی جمع زیادی از شیعیان در بصره و کوفه و سایر شهرها کشته شدند و چون قبلا از طرف حضرت امیر علیه السلام والی و از دوستان آن حضرت محسوب بود، همه دوستان آن حضرت را می شناخت و بعدن زیاد همه را کشت. پسرش نیز این عمل را از پدر به ارث برده و گفت من هر که را گمانم برسد که دوست علی علیه السلام است مؤاخذه خواهم کرد. پس از قضیه کربلا این امر سخت‌تر شد. سایر بنی امیه نیز از همه جهت نقطه مقابل اهل بیت بودند. عبدالملک مروان که حضرت امیر علیه السلام او را در جنگ جمل به ابوالاکباش ابن الاربع، یعنی پدر چهار چاوش که مخصوص چهار فرزنده است، خطاب فرمود از خونریزترین خلفا بود. هر خانه‌ای که اهل آن متهم به دوستی علی میشد دستخوش خرابی میگردید. گویند حجاج ابن یوسف که از جانب او والی بصره و کوفه بود، در بصره در یک روز قریب 70,000 نفر را در مسجد به قتل رسانید که به ظاهر مبالغه به نظر میرسد، ولی به هر حال دلالت بر کثرت مقتولین و قساوت قلب آنها می کند. این امر در همه شهرها حکفرما بود. در صورتی که این قبیل امور سیاست ظالمانه است، نه دستور شریعت، و شریعت دستور می دهد مادامی که خلافی معلوم و محقق نشده و بر آن اقامه بیانه نشود مؤاخذه جایز نیست. ولی خلافت بنی امیه بر سیاست ظالمانه کار میکرد، نه بر دستور شهر که ما پیش از این مذکور داشتیم. در همان اوقاتی که حضرت سید الشهدا با قشون بنی امیه مقابل شده بود، بینونت اخلاقی به خوبی ظاهر گردید، چنان که در مقاتل می نویسند چون لشکر هر مقابل لشکر حسین علیه السلام آمدند و هر جلوی آن
حضرت را گرفت، حسین علیه السلام امر کرد که لشکر هر را چون به واسطه ی حرارت هوا و حرکتی که داشتند تشنه و خسته شدند آب بدهند. تمام افراد لشکر هر را سیراب کردند. ولی برعکس پس از 3-4 روز از گذشتن این قضیه، آب فرات را بر حسین علیه السلام و اصحابش بستند و به کلی آنها را از آب منع کردند. و همانطور که قبلا ذکر کردیم، بعضی از مورخین و محدثین بنی امیه را علاوه بر مخالفت با اسلام اصلا از عرب نمی دانند و قرابتی بین آنها و بنی هاشم قائل نیستند. حتی بعض اخبار هم بدان اشاره شده، چنان که در تفسیر صافی اول سوره روم ذیل آیه الف لام من قلبت الروم فی ادنى الارض پس از و هو العزیز الرحیم از ابن میثم عبارتی نقل کرده که ترجمه آن این است که از علمای اهل بیت از جمله اسرار و علومی که از آن بزرگواران به علمای شیعه رسیده روایت شده که قومی هستند که به قریش منسوب می شوند، ولی در حقیقت از قریش نیستند و فقط اهل بیت نبوت و ورثه علم رسالت از آن آگاه و بدان دانا می باشند، مانند بنی امیه که درباره آنها ذکر کردند. از قریش نیستند و اصل آنان از روم است و تأویل آیه الف لام من قلبت الروم همین است. فصل 18، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، حسین علیه السلام و سایر بزرگان. الواحد لا یستر من الا الواحد. به مقتضای قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی یک چیز صادر نمی شود از او مگر یک چیز، که نزد حکما از مسلمیات و هر عقل سلیمی نیز اگر دقت کند به آن اذعان و اعتراف دارد، هیچ یک از موجودات در رتبه ارضی خود شریکی ندارد و ممکن نیست که دو فرد در یک مرتبه بوده و از همه جهت مانند و شبیه باشد. و هرچند در مراتب کلیه مانند جمادیت و انواع آن یا نباتیت و غیر ذالک مساوی باشند، لیکن در مرتبه شخصیه و تشخصات که وجود خارجی آنهاست و حیز و مکان و زمان هم لازم دارند، اختلاف بین موجودات هست. زیرا اگر هر دو در یک مرتبه باشن، لازم آید که با هم موجود شده باشن و دارای یک حیز و مکانی باشن که عقلا محال است و اجماع مثلین در اینجا باطل. و حالا که ایجاد کننده و آفریننده آنها یکیست و دو چیز در یک مرتبه از خالق صادر نشود، ولی این محظور یا اختلاف رتبه لازم نیاید. پس وحدت خالق را در همه مخلوقات نیز جلوه‌گر می‌بینیم، یعنی تمام موجودات از جهت اتصال آنها به مقام غیب و خالق بی‌شریکند. و ممکن است این بیت که فرموده و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، اشاره به این مطلب باشد، یعنی هر موجودی از جهت آن که شریکی ندارد و یکیست، بر یکی بودن علت و خالق خود گواه است. و ممکن است چندین فرد در امور کلیه با هم شراکتی داشته باشند، ولی در جزئیات مختلفند، مانند آن که افراد حیوان در حیوانیت با هم شرکت دارند، ولی خب یکی از افراد حیوان ضعیفتر
و دیگری قوی تر است. در انسان نیست، از حیث انسانیت نیست، بین افراد اختلافی نیست، لکن در تشخصات اختلاف پیدا هست و هیچ دو نفری در احوال و اخلاق و شکل با هم مشابهت تامه ندارند. و هرگاه گفته شود که دو نفر در شکل با یکدیگر شباهت دارند، نه اون که شباهت تامه و در جمیع جزئیات با همه اعضا باشد، بلکه مقصود آن است که در هیئت اجتماعی اعضا نزدیک به یکدیگرند. چون که در باره علی ابن حسین علیه السلام رسیده که شبیه ترین مردم به رسول الله صلی الله بود، یعنی بعضی دیگر نیز شباهت داشتند و شباهت او بیشتر بود، ولی هیچ کدام شباهت تامه نداشتند، بلکه شباهت ناقص بود. در حالات و اخلاق هم تفاوت و بینونت پیداست. ممکن است حالات و اخلاق دو نفر از هر حیث شبیه هم باشد، بلکه در یک صفت نیز شباهت، اما در یک صفت نیز ممکن است شباهت کامل موجود نباشد و شدت و ضعف و اختلاف باشد، و این خود بر تشکیل وجود حقیقی خالق برهان واضحی است. اختلاف حالات، صدق الله العظیم.